در این روز دیکتاتوری آخوندی همه تمهیدات لازم را برای سرکوب تظاهرات فراهم ساخته بود. هلیکوپترهای رژیم آخوندی برای شناسایی محلهای تجمع مردم بر فراز آسمان مناطق مرکزی تهران از جمله منطقه آزادی، انقلاب و ستارخان به پرواز در آمده بودند. مزدوران بسیجی نیز همگی مسلح بودند و باتونهای برقی در دست داشتند. نیروی انتظامی با خودروهای مخصوص انتقال دستگیر شدگان را به پایگاه نیروی انتظامی واقع در میدان انقلاب منتقل می کردند. بنابر اطلاعات دریافتی از درون رژیم، تیپ ضد شورش در روز شنبه برای مقابله با تظاهرات اعتراضی کارگران و مردم تهران در حال آماده باش بود. گروهان‌های این تیپ در میدان ونک، میدان انقلاب، میدان رضایی‌ها موسوم به هفته تیر، نازی‌آباد و ستاد ناحیه انتظامی تهران و خیابان مرودشت مستقر و آماده گرفتن مأموریت برای سرکوب بودند. کلیه نیروهای بسیج و نیروی انتظامی نواحی تهران نیز از روز جمعه 10 اردیبهشت در حالت آماده باش بودند. تظاهرات روز گذشته کارگران میهنمان در شهرهای مختلف در رسانه‌های خبری جهان انعکاس یافت. تلویزیون CNN گفت اعتراضات کارگران در اطراف وزارت کار شکل گرفت و با پلیس به درگیری کشیده شد. کارگران شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دادند. Hundreds of thousands of people around the world took to the streets to annual May Day marches. In Iran, protests popped up at the labor ministry where protesters clashed with police and shouted death to the dictator. تلویزیون العربیه در یک خبر فوری روز گذشته گفت دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به دیدار ناگهانی احمدی نژاد از این دانشگاه اعتراض کردند. ونددوا بحضور الرئيس محمود احمدي نجاد الى جامعه طهران واطلق طلاب جامعه طهران شعارات ضد الرئيس الايراني ووصفوه بالديكتاتور ووصفوه ايضا بالكذاب واحتج الطلاب في جامعه طهران على حضور احمدي نجاد